درود بر شما. تنور دلتون گرم، حال دلتون خوب و امیدوارم که سربلند باشید همیشه و حال دلتون خوب باشه. من هادی نجفی هستم و با سلسله ویدیوهای آموزشی تنبور در خدمت شما هستم. خب این جلسه در حقیقت میشه گفت آخرین جلسه تمرین اتودهای ما هست. درس نهم کتاب 100 درس رو با هم کار خواهیم کرد که یکی دیگه از تکنیک های نوازندگی رو به ما آموزش میده آکسان، که این رو توضیح میدم در ادامه. بعد از این درس ما وارد مقام های تنبور میشیم در این کتاب. من سعی کردم برای تا اینجای کار شما خیلی از اصول نوازندگی ساز تنبور رو یاد گرفتید، مزراب‌های اصلی رو یاد گرفتید، نحوه گرفتن ساز رو یاد گرفتید، یک سری اتودها رو میزنید، مینوازید، با نوت‌خوانی آشنا شدید، تئوری موسیقی یاد گرفتید، مطالبی رو یاد گرفتید که کار ما رو خیلی راحت میکنه و از این به بعد میتونیم سرعت کار رو بالا ببریم، ولی کیفیت رو فدای سرعت نمی کنید. خب درس نهم آکسان. آکسان در حقیقت در زبان فرانسه، در زبان انگلیسی اکسنت، در زبان فرانسه آکسان، در واقع اجرای قوی در معنی تأکید بیشتر در روی چیزی است. حالا اینجا در روی یک نوت ما تأکید بیشتری داریم. خب تأکید بیشتر یعنی چی؟ یعنی ما اون نوت رو با قدرت بیشتری، نه اینکه با قدرت بیشتری می نوازیم، بلکه با دست چپمون اجرای اون نوت رو با تاکید بیشتری همراه میکنیم. به چه شکل؟ دست چپ شما اگر اینو میتونید، اگر در واقع دست راست شما دستان رو میگیره هم میتونید به اون تمرین بدید. من برای این مبنا صحبت میکنم که شما راست دست هستید و با دست چپتون دستان تنبور رو میگیرید. خب دست چپ شما با یکی از انگشت‌ها فرقی نداره در هنگام پوزیشن گیری. من الان استثنا دستان پنجم رو انتخاب کردم، خیلی هم مهم نیست البته، فقط صرفا دارم توضیح میدم که نحوه اجرای آکسان به چه شکلیه. شما باید در حقیقت، چیز خیلی پیچیده نیست، خیلی راحت سیم رو بالا پایین میکنید با انگوش شماره 2. من دارم این کار رو انجام میدم با انگوش شماره 1. سیم رو بالا پایین میکنی. این بالا پایین کردن سیم بهش میگن آکسان. به همین راحتی. ببین کاری که من میکنم، این دوتا انگوش واقعیتش تکیه‌گاه منه و من حول محوری که از مرکز دست من و حالا ریاضیش نکنیم، حول محور دستم این در واقع گردش رو انجام میدم که در حقیقت آکسان و تاکید بیشتر روی اون نوت اجرا بشه، چه روی در انگشت شماره 2، چه روی انگشت شماره 3، چه روی انگشت شماره 4. دقت کردی؟ این بهش میگن آکسان. کمی راحتی. یه اتود تمرینی اینجا داریم، اتود جالبیه، تمرینش کنید، منم براتون میزنم. یه میزان نمای 4/4 داریم طبق درس 8 که با هم کار کردیم. اینجا یه بمول نوشته شده که این بمول در واقع نوت سی بمول ما در تمام طول قطعه در واقع حفظ میشه، همه در واقع تمام سی هایی که ما اجرا میکنیم بمول خواهد بود. یعنی چی؟ ببینید نوت سی ما کجا بود؟ این سیه، درسته؟ این سی بموله، این سی بموله. خب درس نهم. دقت کردید اینجا آکسان داشت، اون قسمت اول آکسان نداشت. دوباره اجرا میکنم.
اوقات بکام تا جلسه بعدی. چون جلسه بعدیمون یه مقدار مفصل خواهد بود، جلسه بعدی رو توی یه ویدئوی دیگه بهتون آموزش میدم. حال دلتون خوب باشه، تنور دلتون گرم باشه، مراقب خودتون باشه. تمرین تمرین تمرین، هیچ میانبری وجود نداره. تمرین. موفق باشید.